بسم الله الرحمن الرحیم دوستان عزیز یک جلسه کوتاهی داریم در رابطه با یکی از مهمترین مباحث توی ماجولیشن ما اومدیم در رابطه با دبل ساید بند سوپرس کریر صحبت کردیم اومدیم در رابطه با دبل ساید بند وید کریر صحبت کردیم اومدیم درباره SSB صحبت کردیم بدون کریر سوپرس کریر و اومدیم SSB وید کریر صحبت کردیم اومدیم AM صحبت کردیم برای شما اپلیک ماجولیشن رو ارز کردیم بکنیم که هم میتونه SSB باشه هم DSB باشه ولی اینها پرکتیکال نیستن پرکتیکال نبودن DSB به خاطر پهنای باند زیادی که استفاده میکنیم پرکتیکال نبودن SSB به خاطر این هستش که نیاز به فیلترهای بسیار تیزی رو داره یعنی الان اگر این برای DSP در نظر بگیریم DSP اگر برای SSP در نظر بگیریم یا اینه SSP هستش که upper side band این lower side band خب دوستان این که پرکتیکال نیستش به خاطر چی؟ به خاطر که دو برابر پهنای باند رو استفاده میکنه این پرکتیکال نیست به خاطر که اصلا همچین چیزی امکان نداره تئوری اجازه نمیده که مثلا ما یه اسپکترومی داشته باشیم که ناگهان از FC شروع میشه تئوری ریاضیات اجازه میده یعنی مهندسی اجازه میده خب حالا کامپرومایز بین این دو تا چی هستش این میشه داشت همچی چیزی رو ولی به خاطر فهنای باند زیادش پرکتیکال نیست چرا که این تداخل با کانالای دیگر رو درست میکنه ما میایم یه چیزی رو در اتفاق به نام DSP که همون وستیجوال Vestige S هستش Vestige باقی مانده S Vestige وان صفتش یعنی یا به این صورت اینا هم upper side band و lower side band دارن upper side band is it lower side band and lower side band is این باقی مونده از اینجا همینطور اینجا باقی مونده این چیزی باقی مونده پس ما واقعا DSP ساید بند upper ساید بند و lower ساید بند رو از DSP درست میکنیم DSP رو هم چطوری درست کردیم با رینگ ماجولیتور بالانس ماجولیتور چهار تا دایود داشت پس الان اگه شما اینجا یه DSP داشته باشید یه DSP
که چطوری درست میشه دی اس وی؟ دی اس وی اینطوری درست ام یا در کوسینوس ضرب میشه. این ضرب میشه طوری انجام دادین، همون رینگ ماجولیتور، همون بالانس ماجولیتور. این دو زیاد نیست، مهم نیست، باید اینکه ساده تر و سر راه یه فیلتر قرار میدیم، یه فیلتر اسمشو بذاریم هیچ. اون چی که اینجا ظاهر میشه دی اس پیه. حالا بسیاری داره که این فیلتر چطوری باشه، این فیلتر چطوری باشه. اگر این فیلتر طوری باشه که آپر ساید بند رو سیف بکنه، یک ذره از لوئر ساید بند اجازه عبور بده، این حالت. اگر این فیلتر طوری باشه که لوئر ساید بند رو اجازه بده آن اتنیویتد و آپر ساید بند رو شدیداً تضعیف بکنه، این میشه لوئر ساید بند بی اس بی. حالا اون چیزی که اینجا هست در واقع اینه، در حوزه فرکانس به چی میرسیم؟ در حوزه فرکانس این چون کانولوشن اینجا هست، اینجا میشه پیش اگر بخواهیم این رو، این میشه ترانسمیتر، که ترانسمیتر داره اتفاق میده. حالا یه تو ریسیور ببینیم، تو ریسیور ما میخواهیم وی اس پی رو بیایم در اینجا کوسینوس ضرب. کوسینوس ضرب حاصلش میشه اینجا، حاصلش میشه این. کوسینوس ضرب میبینید، یعنی واقعا این چیزی که اینجا میبینید رو در کوسینوس ضرب کردیم. در حوزه فرکانس داره چه اتفاقی میفته؟ در حوزه فرکانس داره این اتفاق. اینجا ما میخوام یه لو پاس فیلتر داشته باشیم که ام حاصل بشه دیگه، یه لو پاس فیلتر. ببینیم الان از این رابطه این چی میشه. این اینطوری که اگر F به علاوه FC اینجا بگذاری میشه F به علاوه 2FC، اینجا میشه F، بعد اینجا علاوه اینجا حالا لو پاس فیلتر میاد روی این عمل میکنه دیگه. لو پاس فیلتر میاد روی این عمل. اینجا شما مشاهده میفرمایید که این قسمت و این اینا های فریکونسی هست. اینجا ام و ام اینجا به این میرسه.
این الان چیست دوستان؟ این های فریکانسیه، چون که ام خودش به تنهایی لو فریکانسی سیگناله، ام لو پس سیگناله. وقتی به دو برابر به سمت دسته چپ، یعنی این هول هوش من های دو اف سی، الان اینجا این هول هوش اف سیه، پس این های فریکانسیه که به وسیله لو پس فیلتره حذف میشه، چون لو پس فیلتر های فریکانسی رو که اجازه نمیده رو بکنه. این چی؟ این ام هولوش دو اف سیه، این های فریکانسی هولوش اف هستش، پس اینم های فریکانسیه، های فریکانسی کامپوننت داریم که به وسیله لو پس فیلتر چی میشن؟ اینا اینا هست میشن. چه چیزی با این واقع میمونه؟ این اینجا میخواد چی باشه؟ یعنی واقعا اینجا ما میخواییم ام رو استخراج بکنیم دیگه. خب حالا یعنی این مقداری که اینجا میدید باید یک باشه یا به صورت کلیته یه عدد کانستنتی باشه، یعنی باید این کانستنت باشه. ما دوست داریم اینجا واسه یه کانستنت باشه. پس نتیجه که میگیریم چی هستش از این؟ این باید اینطوری باشه، یه اچی رو میخواییم که همچین پراپرتی رو داشته باشه، که وقتی که به اف سی شیفت، منهای اف سی شیفت بکنی یا به اف سی شیفت بکنی، این دوتا رو با هم جمع میزنی یک کانستنت هست، یک کانستنت هست. مثال بزنی، مثلا اچ رو ببینید همچین اچی داشته باشه شون. این اچی که اینجا میبینید اینطوری بود، ببینید اگه شیفت بدید به سمت اف سی به خاطر این، یه همین چیزی رو پیدا میکنه اینجا. به سمت منهای اف سی شیفتش بدیم، اینطوری پیدا میکنه. بعد این میگه برای تمام فرکانس ها این باشه دیگه. حالا اگر این چیزی که اینجا میبینید نسبت به اف سی خیلی بزرگ باشه، چه اتفاقی میفته؟ این دامه اینجا و اینجا یکسان میشه، یعنی این به این میرسه. و این اگر اینجا اینجا افتاده باشه، اینجا این اینجا افتاده باشه، این لول با این لول که کانستنت هست، اینجا و اینجا با هم جمع میشن، اینجا و اینجا با هم جمع میشن، یه لبل دوباره کانستنت درست میشن. این تابع همچین فیلترهای وجود داره. به این فیلترها میگن ریس کوساین، ریس کوساین، ریس کوساین فیلتر، که دارای این خاصیت هستن که این برابر با یک کانستنت میشه. ریس کوساین بنویسم اسمش رو، ریس کوساین فیلتر. ریس کوساین چرا بهش میگن ریس کوساین؟ چون کوسینوس به اوبیدو، کوسینوس به اوبیدو، این کوسینوسه، این کوسینوسه، این کوسینوس. حالا کوسینوس به اوبیدو چه شکلی داره؟ کوسینوس به اوبیدو این شکلی داره. حالا اگر این خودش اینجا بیفته، بعد این بیاد با این جمع بشه، این تکه و این تکه با هم جمع بشن، حاصلش میشه یک کانستنت. بعد اینجا هم همون خودشو داره، این حاصلش میشه همین چیه، ریس کوساین. بله اومدن مهمه که توی نرم افزار مطلب وجود داره، بهش میگن R cosine filter، R cosine filter، یا filter یکی از این بود. هم دیجیتالش هستش هم آنالوگش هست، هم میتونه به این صورت. تمرین هم تو کتاب در رابطه با این وجود داره. خب ما اینه صحبت کردیم خدمتتون.
که بی بی اس پی که استیجوال سایت ولی پرکتیکاله، این چیزی که به صورت عملی استفاده میشه. همونطوری هم که درباره اینجا عرض کردیم، این مرجحه، این مرجحه، چون این های فریکونسی که نسبت به نویز مستعدتر هستش این تا نسبت به نویز. این یکی از مطالب مهم در همین کتاب ما هستش که باید صحبت میشودش یاد قلم نیفته اشارش کنید. حالا یکی از کارهای خوب، یکی از پروژه های خوب، یکی از تمرین خوب این هستش که شما امتی رو اینطوری داشته باشید، امتی رو به این صورت داشته باشید، امتی رو به این صورت داشته باشید. بعد بیایید H رو به این صورت داشته باشید که همون ریز کوساین ما هست. این نقطه هستش به صفر مثلا، این نقطه هستش به نهایی به این میشه. بعد ما از شما خواسته باشیم که شما VSP رو برای ما ترسیم کنیم، VSP رو شکل VSP ماجوریشن رو ترسیمش کنیم. از شما این هست یه حالت دیگرش اینه که اینو باید داشته باشیم. بچه هم همین کنم همین کنم این صورت باشیم. یه شما بی اس پی رو برای ما ترسیم کنم. حالا اینه میشه تعمیمش داد برای اینکه ام این باشه. کلی اسم کلی باشه. ایچ هم به همین صورت که اینجا ببینید باشه. شما برای ما بیاین VSD رو ترسیم کنیم. بعد بیاین ببینید که این شرایطی که اونجا احراز کردیم، آیا اون شرایطی که اونجا احراز کردیم آیا برای این مسائل میخونه، مثلا برای این مسئله میخونه، برای این مسئله میخونه. اینجا چیزی که تشخیص میده این هستش که این سیگنال پرفیکلی بندیمیتده، ولی این سیگنال که اینجا میبینید پرفیکلی بندیمیتد نیست. این کل، این جنرال، این بندیمیتد نیست. و چه شرایطی باید باشه که به سمت صفر میل میکنه؟ این یه شرایط روی این میگذاره، این اچ میگذاره. اینو باید پیدا کنیم. ان شاءالله جلسه بعد.